سلام، خیلی خوش برگشتیم به کانال مدبس. آنایتا هستم به همراه فرزاد با ادامه بیف رضا پیشرو و ملتفت. خب میرسیم به سومین ترکی که میخوایم از بیف پیشرو و هیچکس و ملتفت امروز واکنش داشته باشیم. یا آهنگی که فکر کنم خیلی دوستش دارن و به جورایی خاطره بازی هم هست دیگه، اون مثل داداشم بود از سروش هیچکس. میشه گفت تقریبا تنها ترکیه که توش اومده به رضا پیشرو جواب داده در واقع. آره مستقیم جواب داده. به اون حالت دیس هم نیست، بیشتر نصیحته دیگه. تو بچهای که رپ گوش میدن میگن این اصلا گلن دیس برادرانه است. دیس برادرانه است. گلگیای برادرانه است. آره. بریم ببینیم داستانش چیه. میدونم که اینو خیلی درخواست داشتین، خیلی هم دوست دارین این آهنگو. من و آنایتام خب خیلی سال پیش، فکر کنم سال 90 بوده یه شما 91 فکر کنم. آره. 90 سال 10 سال پیش اومده بود و همه شنیدیم، ولی تو این بیف هست با هم میریم یه حالی باهاش میکنیم. قبلش اگر که تازه با ما آشنا شدیم، از این بغل تو کانال ما سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که نوتیفیکیشن براتون فعال بشه. هشتگ مدبس در کلی فضای مجازی من و آنایتا هستیم، از اون طریق راحت ما رو میتونید پیدا کنید. و در نهایت آدرس سوشیال میدیای ما اینستاگرام، فیسبوک و توییتر که خوشحال میشیم اونجا هم من و آنایتا رو فالو کنید. بریم سر موزیک. اون مثل داداشم بود، یعنی اگه نگرانی داشت یا کم بود، ناهمواری داشت راش یا کج بود، گذر ماها سخت بود و ناراحت بود، یکی کنارش تا آخر بود، حتی اگه باز باهاش قرار بود. دغدغش دغدغم بود، خندش قهقهم بود، بد با شرف میزدم مصلحت بود، مشکلا برطرف بود، در حد توانم بهش یاد دادم، در حد سوادم، که اگه خیلی ها برنده نباشن ولی پیروزن، خسته نباشن، خودش میدونه با کیم. آسمونش اگه ستاره نداشت، با چرا قوه بالا سرش بودم، اگه لخت میشدن تو هر خوشگل اینجا میگه آسمونش اگه ستاره نداشت، با چرا قوه بالا سرش بودم، امید میدادم بهش. این که کلن دیگه همه بچه کلن تفسیر خاص داره، کاملا احساسی داداشیوار به رضا میگه. و چقدر بیت خوشگلی مهدیار ساخته بود. آره خوشگل. و سروش هم که دیگه استاده دیگه. اگه ستاره نداشت، با چرا قوه بالا سرش بودم، اگه لخت میشدن بالا پرش بودم، که پرواز یادش نره، حفظ بکنه آسمون و مال مان، حتی اگه باشه سلول درش سف. میدونه با کیم، تخم چش بود، نشون میدادم کلی نکته بهش. میدونه با کیم، خوبشو میخواستم، خدا شاهد لعنت به منکرش. میدونه با کیم، تخم چش بود، نشون میدادم کلی نکته بهش. میدونه با کیم، خوبشو میخواستم، خدا شاهد لعنت به منکرش. او مثل داداشم بود، چجوری بدم تو. چقدر کورس خوشگلی، واقعا اصلا هیچکس نمیشه از تاریخ رپ هیچ وقت محو بشه، امکان نداره. از رپ واقعا اینجا نشون میده که چقدر استاده. به منکرش، او مثل داداشم بود، چجوری بدم توضیح به تیش، وقت فش نمی کردم این طوریشه، نه نکن توجیهش، مگه جز اینه که همه خوبی ها رو واسه شا رزو می کردم که روحیش بازم شا. ها مرام اونی که عقص باخت تمش تا رفیقشو برنده ببینه یادم داد. ببین به مولا، اگه خطری تهدید میکردش، اولی کاری که باس میکردیم یه زنگ به مسری بزن، چند دقیقه بعد تو راه بودیم، ما بعد علکی نمیدیم خلافی دست بغلی، و ما بقیه داستانو هم که همه بلدیم، همه بلدیم. چقدر تکنیکش اینجا خوب بود، عالی. چقدر تکنیکی خوندی اینجا، عالی. و بیت رو دیدی چجوری عوض کرد؟ اصلا عالی. بیت عوض شد،
فلوش عوض شد، چقدر آقا خوشگل بی خوندی خودی اینجا نیست رو. که دیگه، حالا لقب پدر رپ رو بهش میگن. هر چقدر هم که بعضی ها خورده میگیرن که کم کار فلان، ولی واقعا هم کاری که ساختم تا اینجا بس عالی بوده بوده، برای واقعا رپ عالی فارس بوده. به نظر من. ولی خب ما دوست داریم بیشتر فعال بیشتر باشه که بفهم. بیشتر بشنویم ازش. خیلی عالی بود چه خیلی تکنیک خوب بود، خوندن و عالی بود. بعد یه جوری آهنگ واقعا به دیس نمیره نه آدم. گلگیه. آره دیره هم گلگیه. نمیدیم خلافی دست بغلی و ما بقیه داستانو هم که همه بلدیم، همه بلدیم. من هنو همونم همون، عوض اونایی شدن که نموندم فلو، این که همیشه حاضر نبودم قبول، ولی باور کن در اون حد نبود. به به، این اشاره داره به اونجایی که میگه که منو تنها گذاشت و جوابمو ندید. میگه این که همیشه نبودم قبول، ولی باور کن در حال، یعنی تو هم زیادی شلوغش کردی. آره دیگه خیلی داغ کردی داستان. چقدر خوشگل داره میگه، دوست دارم خیلی. همیشه حاضر نبودم قبول، ولی باور کن در اون حد نبود. من که دیگه انتظاری ندارم ازش جز یکی که پیشرفت بکنه و من پوز بده. عجول بود وقتی گفتم بکنه سب، شاید فکر کرده حاجیتونو بکنه دک، ولی تقصیر اون نی چون کل شهر در همه مالا حق میدم بکنه شهر. خیلی خوش گرنگی. میگه من مزه اون نبود، ولی چون همه دیگه سر هم شیره میبارن اینا، خب اونم حق داره برداشته برداشت بد کرده. آره ببین قشنگ من انگار یه برادر بزرگتریه که داره گله میکنه از داداش کوچیکه. آره واقعا. بعد چقدر از فعل بود استفاده میکنه، یعنی رسما داره میگه که واسه من تموم شده این رابطه کلا. بود، همه اینا بوده. یه جورایی انگار مرثیه رابطه شون بوده، یه رفاقتشون. آره. اونی تو کل شهر در همه مال حق میدم بکنه شهر. میدونه با کیم تخم چش بود، نشون میدادم کلی نشته بهش. میدونه با کیم خوبشو میخواستم، خدا شاهد لعنت به مرکرش. میدونه با کیم تخم چش بود، نشون میدادم کلی نشته بهش. میدونه با کیم خوبشو میخواستم، خدا شاهد لعنت به مرکرش. تخم چش بود، نشون میدادم کلی نشته بهش. دیدی؟ بوده آخرش دیدی؟ یک دوبار تکرار کرد. بود مثل تموم شد. بود. اشاره بود. کاملا بود. به این داشته بود. و موقع تأکید کرد به این کاملا تموم موضوع. شده و همه اینا چیزی بوده که بینشون بوده و این دلخوریه خیلی بیشتر از اون بوده که دیگه ادامه داشته باشه. آره چقدر خوشگل رپ میکنه سروشش کرد. یعنی هر از گاهی که گوش نمیدی مثلا یه مدار دل تنگ میشه و دیگه آقا پرچمش بالاست، اصلا نیاز به گفتن ماها نیست. و چقدر هم حال کردم که این، چون این یکی از آهنگ مورد علاقه منه بابا. آره من و اینی که دوباره الان تونستم گوشش کنم خیلی بهم حال داد، مثلا که حالا دیگه با بچه ها حال کردیم. خیلی باحال بود واقعا. بچه ها دمتون گرم. یه نکته ای رو بگم، خیلی هاتون کامنت دادین که آقا مثلا شکم برین این 80 و اینا برین. یه سری آهنگ می مابین هست که یه جورایی میشه گفت هم یه جورایی بیف ملتفت با حسینه و ملتفت با پیشرو، مشترک یعنی همه پیشرو میزنن به حسین، دیگه یعنی تیکه به جفتشون داره. آره. اینه که یه سری آهنگا رو مثل 80 و نمیدونم شک و اینا رو میزنیم برای بیف بعدی که میخوایم بیف حسین و ارزم حضورتون ملتفت رو بریم، میزنیم اونجا باشه دیگه، نگران اون نباشه، حتما به اونا ریاکشن خواهیم رفت. دمتون گرم تو انتهای ویدیو با ما بودین. از این بغل میتونید سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، یه نوتیفیکیشن فعال چه بچه هم توی کامنت انگلیسی بزنید که سابتون نریزه. هشتگ مدبس من و آنایتا هستیم در کلی فضا مجازی. آدرس سوشیال مدیا اون هم این پایین، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر. خوشحال میشیم ما رو اونجا هم فالو کنید. منتظر آهنگ بعدی از این بیف باشی، روزی یه آهنگ براتون آپلود میکنیم تا این بیف هم تموم کنیم. دمتون گرم و آرزو سلامتی براتون دارم. روز و شب لاکچری داشته باشین. خدا نگهدار.